از اینجا شروع شد که من تصمیم گرفتم. بعد دیگه به مریم گفتم که مریم بیا حس کنیم. خدای پیشرفت کردم. سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. خب من امروز همتون تبریک بگم، قرار با هم بریم بیرون. آره سبا جون قراره پاشو در خونه امروز بذاره بیرون. بهتون تبریک میگم این اتفاق فرخنده رو. هیچی، میخوام ناخونم درست کنم، وقت دارم مثلا ناخونم دیگه. آره بالاخره میخوام برم در خونه بیرون دیگه. آره دیگه دوست داشتی توی این ولگ با من همراه باشین. بازم از خواب پاشدم، چشام چه پوفی کرده. من این چند روزه یه حرکتی زدم در حق خودم و سلامتی خودم. خیلی افتخار میکنم به خودم که این کار کردم. اونم اینه که ببین، نزدیک یک هفته است من و مریم با هم تصمیم گرفتیم، قرار گذاشتیم که کلن قند مصنوعی و اینا رو حذف کنیم از زنجیره غذاییمون. قند مصنوعی و شکر و نمیدونم چیپس و پفک و حالا قندهای ببینین واقعا خیلی خوبه این کار. یعنی اگه حس میکنید که در توانتونه که انجامش بدین، خب این کار بکنین و قند مصنوعی کلن از برنامه غذایتون حذف کنین. خب ببین، یعنی واقعا من همیشه اینجوری بودم که نه، من خیلی اهل شیرینیجات نیستم، من شیرینی اینا دوست ندارم، خیلی مثلا نمیخورم و اینا. ولی ببین واقعا من تو یه هفته فهمیدم که فکر میکردم که نمیخورم. خب ناخودآگاه شما هر کاری کنی، اکثر چیزایی که حالا مثلا میخوری توش قند داره. وقتی مثلا ریز میشی تو این قضیه که آره من دیگه قند مصنوعی اینا نمیخوام بخورم، تازه اونجا میفهمی که اوه. مثلا من فهمیدم تنها چیزی که دوست نداشتم کیک تولد بود، نمیخوردم. با اینکه شیرینی مثلا زیاد نمیخوام، کرم مالی شیرینی مثلا خیلی نمیخوردم. بعد خیلی خوشحال بودم، همیشه بودم نه من اصلا نمیخورم شیرینی اینا، من اصلا شیرینی خوشم نمیاد. من همین دوتا قضیه رو مثلا شاید زیاد نخورم، اونم شیرینی. یه سری شیرینی ها رو دوست دارم میخورم. خب مثلا این کیک های گل محمدی جدیدن مد شده. ببین یه مدت معتاد این شده بودم، هر روز با شیر کاکائو میخوردم. خب بعد واقعا بخش عمده این که آدم ممکنه دچار اضافه وزن بشه دقیقا برمیگرده به همین، به قند و چیزای شیرین و شکر و اینا. حالا الان چیکار کردیم؟ اومدیم همه اینا رو حذف کردیم، جدا از این که حالا مثلا به کاهش وزن کمک میکنه، واسه پوست خیلی خوبه، کلا خیلی فایده داره حذف قند. یعنی اینجوری نیستش که شما اگه مثلا بگیم مثلا واسه لاغری دارم این کار میکنم، نه اصلا، یعنی واسه یه سلامتیتونه در وهله اول خیلی فواید داره، چون واقعا بیشتر درد و مرضا همین قند و شیرینی و اینجور چیزا میاد. الان مثلا این شکلیه که دیگه نبستنی میخوام. ببین نمیدونم تا کی قرار این چالشو بتونم رعایت بکنم. ببین چی میگم، نمیتونم بگم که آره همیشگی من قراره که رعایت کنم و نخورم، ولی قند و مثلا بستنی نمیخورم، نوشابه نمیخورم دیگه، سس دیگه نمیخورم، چیپس نمیخورم، پفک نمیخورم، کیک های همین کیک های آماده که از مثلا بیرون میخریم اونا رو نمیخورم. این تریپ چیزا دیگه، چیزای این شکلی که واقعا بخش عمده این چیزایی که مثلا باعث چاقی میشه همینه، اینا رو نمیخوریم واسه سلامتیمون در وهله اول. ولی خب در کنارش چیزم هست دیگه، کمک میکنه به کاهش وزن. اگه امروز حالشو داشتم، بعد اینکه رفتم ناخونم رو درست کردم، بعد برم یه سری چیز میز اگه حال داشته باشم برم فروشگاه بگیرم. به خاطر اینکه ناخودآگاه شما وقتی قند رو هضم میکنی یه سری چیزای دیگه مجبوری جایگزین کنی واسش، چون بیشتر چیزایی که مثلا عادت داشتی بخوری دیگه نمیتونی بخوری اونا رو. خب مثلا من این شکلی بودم که به من زیاد حالا مثلا اهل صبونه و اینا نیستم، یه موقع هایی مثلا، ولی اینجوری بود که صبح از خواب پاشم مثلا اگه حس کنم ضعف دارم، چه میدونم یه شکلاتی میخوردم، یه کاپوچینوی میخوردم، اینا رو دیگه نمیتونم الان بخورم. واسه همین سه چیزای سالم باید جایگزینش کنم. اول اون لکایی که دارم و من اول یه ذره کانسیلر میزنم روشون قبل اینکه این بی بی کرم رو بزنم، بعد اونو میزنم روش. آره دیگه خلاصه فعلا که دووم آوردم خیلی اوکی بوده اینکه قندو حذف کردم، خیلی هم خوشحالم از این بابت.
ورزشم دوباره شروع کردم به سلامتی. آره دیگه، کلن در جهت حفظ سلامتی هر کاری کنیم خوبه. تا اینجور مواقع که شروع میکنم، حالا مثلا رژیم، به من زیاد رژیم گرفتم، خب شروع میکنم رژیم گرفتن، یه بعدی که داره که الان دارم حس میکنم، دقیقا الان دارم خودم رو میبینم، اینه که به محصه که من شروع کنم مثلا یه رژیم رو بگیرم، حالا یه ذره کاهش وزن داشته باشم، اولین جایی که نشون میده صورتمه و الان کاملا نمیدونم، دارم حس میکنم که صورتم لاغر شده و این خیلی واسه من خوشایند نیستش. یعنی من خیلی دوست ندارم صورتم لاغر شه. منتها متاسفانه دقیقا اولین جایی که شروع میکنه به لاغر شدن برای من صورتمه. اصلا هم خوشم نمیاد. ببین اینجوری که باید انتخاب کنی، خب تو میتونی انتخاب کنی صورت قشنگ من اینجوری اون روزاش هم من باید انتخاب کنم، یا صورتم پر بمونه، یا اگه مثلا میخوام یکم لاغر شم قید صورتم رو باید بزنم تو صورتم لاغر میشه. خلاصه نمیشه، هم خر رو بخوای هم خورما رو نمیشه، اصلا جور در نمیاد. اینم بدبختی ماست. بذارید بهتون بگم، یادتونه یه دونه کرم پود خریده بودم چقدر واسم تیره بود و اینا، بعد گفتم که آره دیگه هرسم گرفته نمیخوام واسهشون، مثلا گفته که پس بفرست که مثلا رنگش اشتباه داده بود. آقا قضیه این حتی چند ماه گذشته از اون موقع ها، من اینو دادم که واسم عوض کنه و عوض کرد خداییش. خب بعد روشن‌ترین رنگش رو واسه من فرستاد، یعنی شماره مثلا که 551ش. و تو رو خدا اینو اگه رنگ پوستتون روشنه نگیرید، این اصلا به پوستای ما نمیخوره دیگه. این سری دیگه نمیتونستم واقعا چیزی بهش بگم. ببین روشن‌ترین رنگش هم برای من فرستاد که این باشه، بازم نمیخوره به رنگ پوست من. بعد دیگه من دیگه چیزی بهش نگفتم دیگه، یعنی مثلا بهم پیام داد، دید من هیچی نگفتم، پیام ندادم بهش، پیام داد بهم که آره رسید، ناکن این باز نمیخوره به رنگ پوست من، اصلا اینا زردی داره توناژش. بعد پیام داد که آره رسید، گفتم که آره رسید، ولی من دیگه روم نشد پیام بدم چون اینم تیر رسید. گفتم دیگه قور نرفم قور بزنم، میگم چرا دیگه این رنگی که خودم میخواستم و فرستاد، ولی خب دیگه نمیخوره، اینم مونده رو دستم، حیفه. 400 تومن دادم پای این، همینجوری دیگه به دردم نمیخوره واقعا. خلاصه تو رو خدا اگه میخواین کرم پودر بخواین، بچه من دو سری کرم پود آنلاین خریدم، به هیچ عنوان کرم، من دیگه توبه کردم، به هیچ عنوان اگه میخواین لوازم آرایش آنلاین بخرین، کرم پود رو آنلاین نخرین، به خصوص اگه پوستتون روشنه کرم پود آنلاین نخرید دیگه، واقعا هیچ وقت جور در نمیاد، یا بافتش اونجوری که میخواین نیستش. مثلا یه دور گرفتم یه دونه رنگش خیلی اوکی بود، بذارید بیارم نشون بدم اینهاش، اینو گرفتم ببین رنگش خیلی اوکی بود، خب یعنی رنگش همون رنگی بود که من میخواستم، میخورد به پوستم، بذارید درشو وا کنم، رنگش خیلی خوب بود. اینا ببین من بعد این توناژ کرم پودر بگیرم، خب این رنگش خیلی اوکی بود به نظرم، ولی متاسفانه بزنین پخشش کنم، متاسفانه من چون پوستم یه جورایی مختلط رو به چرب میشه، ببین این خوب بود واسه پوستم، رنگش مختلط رو به چربه یه جورایی، یه سری کرم پودرا روی پوست من خیلی چرب میشن، این از اون دسته بود که چرب شد. یعنی من کلا مشکل دارم دیگه با کرم پودر و اینا، یا رنگش واسم مثلا تیره میشه نمیخوره، یا اینکه به جنس پوستم نمیخوره کرم پودره، مثلا چرب میشه روی پوستم اینجوری برق میفته. فعلا در حال حاضر تنها چیزی که اون سری هم اینو گفتن، این بی بی کرمه فارماسیه، فلان فقط همین میسازه، حالا دنبال اینم که سی سی کرمش رو بگیرم چون میگن کاورش خیلی بیشتره. آره دیگه فعلا این میسازه به پوستم، یعنی نه برق میفته، خیلی هم اوکیه، کلا خوبه دیگه، ضررایی هم که کرم پودر داره رو این نداره، خلاصه این بهتره دیگه، بیشتر به پوستم هم میخوره. فعلا که دارم همین استفاده میکنم، ببینم چجوری میشه دیگه، نمیدونم.
نمه درد سرای من با کرم پودر. یه پیج اینستا بود چند وقت پیشا، من دیدم که این چالش حذف قند گذاشت، یعنی از اینجا شروع شد که من تصمیم گرفتم اینو منطق. من خیلی وقت پیش دیده بودم که این چالش رو گذاشته، شاید یه سال پیش حتی دیده بودم که این چالش رو گذاشته. بعد اون روز داشتم هایلایت های پیجش رو نگاه میکردم، بعد مثلا کسایی که خیلی نتایج خوبی گرفته بودن و اینا نوشته بود واسهش مثلا دایرکت داده بودن که آره مثلا ما قند رو حذف کردیم، مثلا این فایده ها رو واسه همون داشت. بعد من اینجوری بودم که او چه خوبه. بعد دیگه به مریم گفتم که مریم بیا حذف کنیم، بیا این کار رو بکنیم خوبه. حالا فعلا میگم دووم آوردیم، یه هفته میشه منتها نمیدونم تا کی، ولی تا جایی که بتونم من میخوام همچنان پابرجا باشه. منتها بالاخره آدمی زاده دیگه، خیلی سخته یه چیزی رو روتین کردن، خیلی کار سخت و دشواریه واقعا، دقیقا مثل ورزش کردنه. ببین خداییش در وهله اول واسه لاغری من این کار رو نکردم، خب منتها ناخودآگاه کاهش وزن داری، ولی ببین واقعا واسه سلامتی خوبه. خب حذف قند اگه مثلا در توانتونه یا کمش کنی یا همینجوری حذفش کنی خیلی خوبه، اصلا سرحال میشین. این چی میگم، ممکنه مثلا یه چند روز اول خیلی واسهتون یه جوری باشه، بالاخره بدن به یه چیزی عادت داره. شما وقت مثل یه معتاد که مثلا چه جوریه مواد بهش نرسه، اینم هم همینه، بدن ناخودآگاه عادت داره که مثلا شما قند بخوری و اینا، ببین یه هم مثلا بیا اینو قطع کنی یه ذره بدنت ممکنه واکنش نشون بده، بیحال شی مثلا چیزی. بعد چند روز این کلا سیستم بدنه و سیستم کارکرد مغز، بعد یه تایمی برمیگردی به روتین اوکیت و بدنت خودشو وفق میده، چه بسا مثلا سرحالتر هم میشی، خیلی اوکیتر میشی. واسه همین میگم اگه در توانتونه انجامش بدین خیلی کار خوبیه. ببین یه طرحیه، خب اونا که فن استرایکید زن میدونن چی دارم میگم، یه نقاشیه، یه نقاشیه، لینو همیشه اونو میکشه. خب من دیشب به مریم گفتم که آره میخوام فردا ببرم بدم اینو روی یکی از انگشتام بکشه. ببین میذارم اینجا، اصلا طرح خاصی نیستش. خب خیلی گفتم الان خانم فکر کنم دیوونه شدن، یعنی اصلا اینجوریه که این چی میخوای بکشی رو ناخونت. به مریم میگفت سبا اینو میخوای بدی واسهت بکشن؟ از ببینیم هنو نمیام، ممکنه برم اونجا روم نشه بدم مثلا اونو بکشه واسم. بعد گفتم که آره مگه چیه نقاشی لینو؟ بعد نمیدونم آخه یه ذره کج و کله است. بگفتم که نه خیلی هم خوبه، آره خلاصه ممکنه اونو بدم واسم بزنم، ولی حالا نمیدونم اگه روم بشه یه هم میرم اونجا توی چیز قرار میگیرم، یه هم میرم تو اون ساید خجالتی که روم نمیشه مثلا بگم که اینو بر من بکشین، بعید نیست ازم. من میخواد بره ناخونش رو درست کنه، هر سری سخته. این قسمتش اینه که چه رنگی انتخاب کنی، خیلی سخته. من انتخاب کردم، من از الان انتخاب، همیشه اینجوری هم که از قبلش میشینم فکر میکنم، یعنی اینجوری نیستم که برم اونجا بشینم بخوام، همیشه مثلا عکس میگیرم بعد دارم عکس مثلا رنگاش و اینا رو. اینجوری هم که از تو خونه تصمیم میگیرم که مثلا چون دوست ندارم کسی رو معطل کنم اونجا دو ساعت بشینم هی نگاه کنم وای من چه رنگی انتخاب کنم و اینا، واسه همین شکلیه که من همیشه از تو خونه انتخاب میکنم که چه رنگی میخوام بزنم. ای گفتید چه رنگی میخوام بزنم تو کامنت ها بنویسید، اگه حدساتونو بنویسید که ممکنه که ناخونم چه رنگی بخوام بکنم. خط چشم هم کشیدم دیگه، برم ریملم هم بزنم. این ریمل کالیستا رو داشتم بعد خیلی خوب بود، بعد رفتم اینو گرفتم، این رنگ بنفشش رو گرفتم. منتها اگه موژه هاتون پره فقط میخواین بلند شه و مثلا خیلی طبیعی ریمل بزنین، این رنگ بنفشش خوبه، ولی اگه میخواین هم مثلا بلند شه هم پرشه این صورتیشو بگیرید. من فرقشو نمیدونستم اون موقع، فکر میکردم ولی مثلا فقط رنگش فرق میکنه، منتها دادم نه این تفاوتشون اینجوریه. اگه میبینید خیلی ریلکس نشستم همینجوری هم خودم حرف میزنم کارمو میکنم، خاطر اینکه حالا وقت دارم، یعنی اوکیه ساعت 2:30 وقت ناخون دارم، الان خیلی وقت دارم. حالا
مدت میخوام برم الان فروشگاه خرید کنم از خودم. نون رژیمی چی بگیرم یا سبوسدار باید بگیرم؟ فهم به جو کسر فرک چیه؟ نون جو یه همچین چیز؟ آره نون جو. تا که رژیم نیست از اینا برمیداره. چرخ خیلی بد رو میده، اذیت میکنه. بخشایی که تو ترک قندم نمیتونم برم سمتش. با بخش مورد علاقه من توی فروش کن. خیلی خوب انده. چه پنیرهای گوگولی چرا بنفش نداره؟ الان فهمیدم رژیم بودن خیلی سخته، هیچی نمیتونم بردارم. فعلا من اینا رو گرفتم. البته اینا که پر کالری و داغونه مال بیتا جونه، من فعلا از اینا دیگه نمیخورم تا اطلاع سنم. چیستم بابا اونجا دنبالم دارم از خستگی میمیرم. من نیاز دارم برم یه هفته خونه استراحت کنم.